با سلام خدمت شما دانش گرامی مصطفی نعمتی هستم دانشجوی دکترا مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی افتخار این رو دارم که با آموزش درس مدیریت مالی یک در خدمت شما عزیزان باشم در درس مدیریت مالی یک ما به بررسی اصول بنیادین مدیریت مالی میپردازیم این اصول بنیادین از اون لحاظ اهمیت دارن که شما رو برای یادگیری مباحث پیشرفته تر دانش مالی ام از مدیریت پورتفوی ارزش و مدیریت ریسک آماده می‌کنه. با توجه به اهمیتی که این اصول بنیادین دارند از شما عزیزان خواهش میکنم که این فرادرس درس رو با دقت زیادی یاد بگیرید و با تمرین زیاد بر مباحثی که ما ارائه میدیم مسلط بشید در این فرادرس ما در قالب هفت فصل به بیان مطالب میپردازیم در فصل اول به بررسی مدیریت مالی و اساس و بنیان اون میپردازیم در فصل دوم وارد مباحث فنی تجزیه تحلیل صورتهای مالی میشیم در فصل سوم راجع به نقطه سر به سر و تجزیه و تحلیل های مالی و عملیاتی شرکت صحبت میکنیم در فصل چهارم وارد بحث ریاضیات مالی و ارزش زمانی پول میشیم در فصل پنجم در مورد یکی از وظایف مهم مدیران مالی یعنی بودجه بندی و روش های پیش بینی صحبت خواهیم کرد در فصل ششم مبحث پیشرفته تری از بودجه بندی به اسم بودجه بندی سرمایه ای رو بیان خواهیم کرد. در این فصل بودجه بندی سرمایه در وضعیت مطمئن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و معیارها و روش های تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای رو مورد بررسی قرار میدیم و در نهایت در فصل هفتم بودجه بندی سرمایه در وضعیت نامطمئن رو بررسی می کنیم که یک قدم از بودجه بندی سرمایه در وضعیت مطمئن جلوتر هست. با امید به اینکه با تلاش زیاد و تمرین زیاد به این مباحث مسلط بشین میریم به سراغ فصل اول. قبل از شروع درس من راجع به اسلایت ها نکات کلی رو خدمتون رو بگم ما در این اسلایت ها از رنگ قرمز برای بیان تعاریف از رنگ آبی برای بیان نکات مهم از رنگ سبز برای یادآوری و از رنگ بنفش برای بیان نتیجه گیری ها استفاده کردیم همینطور که از اسم این فصل پیداست ما در این فصل به بیان اینکه مدیریت مالی چه چیزی هست میپردازیم برای پاسخ به این سال ما چهار بخش اصلی رو در نظر گرفتیم در بخش اول به بررسی خود رشته مدیریت مالی و بنیان اون میپردازیم. در بخش دوم هدف از مدیریت مالی رو بیان میکنیم. در بخش سوم اهداف کمی که مدیریت مالی به دنبال اونها هست و بیان میکنیم. و در نهایت در بخش چهارم محیطی که عملیات مدیریت مالی در اون انجام میشه رو مورد بررسی قرار میدیم. در ابتدا به بررسی خود رشته مدیریت مالی میپردازیم. برای این کار ما سه موضوع رو بررسی میکنیم یکی نقش محوری سرمایه در کسب و کار هست اینکه سرمایه چه نیازی از کسب و کارها رو برطرف میکنه بعدش رابطه بین مدیریت مالی و سرمایه رو بررسی میکنیم اینکه مدیریت مالی چه مسئولیت و چه وظایفی در قبال سرمایه داره و در نهایت به بررسی کوتاهی از تاریخچه رشته مدیریت مالی میپردازیم در ابتدا در مورد نقش محوری سرمایه صحبت می‌کنیم. همه فعالیت های اقتصادی برای راه اندازی و ادامه حیات به پول نیاز دارند این پول صرف خرید هایی مثل ماشین‌آلات، مواد اولیه، زمین و ساختمان میشه و سپس با استفاده از نیروی انسانی، مواد اولیه با کمک ماشین‌آلاتی که خریداری شدند، به تولید کالا یا ارائه خدمات می‌انجامد. پس هر فعالیت اقتصادی برای اینکه راه بیفته و برای اینکه ادامه پیدا بکنه، نیاز به پول داره. پس هر فعالیت اقتصادی در واقع نیاز به سرمایه داره. اینکه این سرمایه از کجا تأمین میشه، مبحث خیلی مهمی هست. سرمایه شرکت یا پولی که شرکت نیاز داره برای فعالیت هاش از سه محل به طور عمده تأمین میشه یکی محل عرضه و فروش سهام هست یکی دریافت وام و استقراض هست و دیگری هم استفاده از پولهایی هست که قبلا شرکت کنار گذاشته و انباشته کرده که در به اون سود انباشته میگن اگر بخوایید در حالت خیلی معمولی و در حالت خیلی ساده مثال بزنیم در واقع اگه شما بخواید کسب و کاری را بندازید یا با کسی اون رو شریک میشید که میشه عرضه و فروش سهام یا میرید وام دریافت میکنید که میشه همین استخراج یا دریافت وام یا با پولهایی که قبلا پس انداز کردین به راه اندازی کسب و کارتون میپردازید نکته مهمی که باید اینجا بهش اشاره کنم این هست که احتمالا همه شما دوستان عزیز با صورت ترازنامه آشنایی دارید سرمایه شرکت از هر محلی که باشه در سمت چپ ترازنامه نوشته میشه و دارایی هایی که شرکت با این سرمایه خریداری میکنه در سمت راست ترازنامه نوشته میشه از سرمایه های شرکت چه از محل عرضه و فروش سهام باشه چه دریافت وام باشه چه سود انباشته باشه در سمت چپ نوشته میشه و دارایی ها در سمت راست ترازنامه نوشته میشن این نکته رو حتما توجه داشته باشید حالا رابطه مدیریت مالی و سرمایه چی هست به طور کلی مدیریت مالی عبارت هست از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه بگونه که ثروت سهامداران به حد اکثر برسد این یه تعریف کلیه که ما از مدیریت مالی داریم پس بنیان مدیریت مالی در واقع مدیریت سرمایه هست و منابع و مصارف سرمایه در شرکت به عهده مدیر مالی هست سرمایه چیه حالا سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیره شرکت وقتی اقدام به خرید ماشینالات میکنه وقتی اقدام به خرید زمین میکنه وقتی حقوق کارکنانش رو میده نیاز به پول داره تمام منابع مالی که این پول رو تعمین میکنه اسمش سرمایه هست بنابراین با توجه به تعریف مدیر مالی دو وظیفه داره وظیفه اول تأمین مالی هست یعنی پیدا کردن سرمایه و گیر آوردن سرمایه و وظیفه اون استفاده از اون سرمایه برای سرمایه گذاری و افزایش ثروت سهامداران شرکت حالا یه بررسی کوتاهی داشته باشیم به تاریخچه مدیریت مالی مدیریت مالی برای اولین بار در اوایل قرن بیستم تبدیل به یک رشته علمی شد قبل از اون مدیریت مالی یه بخشی از اقتصاد کاربردی بود اما در اول قرن بیستم سیلی از ادغام های شرکت های مختلف در ایالات متحده شکل گرفت که دو تا سوال رو ایجاد کرد یکی اینکه سرمایه لازم برای اینکه یک شرکتی یک شرکت دیگر رو خریداری بکنه از کجا باید تعمین بشه و دیگری اینکه بعد از اینکه دو تا شرکت با هم ادغام شدن یا یک شرکتی شرکت دیگر رو خرید ساختار سرمایه این دو تا شرکت که با هم ادغام شدن به چه صورت در میاد در قالب یک شرکت واحد این گونه بود که رشته مدیریت مالی به صورت یک رشته جداگانه مطرح شد. پس از اون در دهه 1920 با سود کلانی که شرکت ها در واقع کسب کردند و مقدار زیاد نقدینگی که در شرکت ها وجود داشت، مسئله چگونگی خرج کردن این نقدینگی هم مطرح شد. این امر باعث شد که بحث برنامه‌ریزی و کنترل هم وارد مدیریت مالی بشه. اینکه ما از این پول‌هایی که در شرکت انباشته شده چگونه استفاده بکنیم. همین رویه ادامه داشت تا اینکه در دهه 1950 با ظهور کامپیوتر و کاربرد اون در رشته مدیریت مالی بحث اقتصاد و پژوهش عملیاتی به یک ابزار اصلی فعالان مالی تبدیل شد و فضای آکادمیک و فضای ای آکنده از استفاده از کامپیوتر برای کارهای مالی شد بسیاری از نظریاتی که تنها در قالب فرمولهای ریاضی وجود داشتن حالا با استفاده از کامپیوتر امکان استفاده کاربردی از اونها وجود داشت در همین زمان بود که یکی از مهمترین نظری مالی، این نظریه مالی یعنی نظریه نوین مدیریت پورتفوی توسط مارکوویتز ارائه شد در این نظریه به بررسی رابطه میزان ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران پرداخته می شد. بعد از بررسی اجمالی که در مورد خود رشته مدیریت مالی داشتیم حالا به بررسی هدف مدیریت مالی می پردازیم. یادآوری بکنیم گفتیم که وظیفه مدیر مالی در شرکت تأمین مالی و سرمایه گذاری بنابراین ما داریم راجع به شرکتی صحبت میکنیم که قرار یک مقدار سرمایه کسب بکنه کاری انجام بده و سودی ایجاد بکنه و ما داریم راجع به شرکت انتفاعی صحبت میکنیم شرکتی که با هدف ایجاد سود اقتصادی تشکیل شده هدف مدیریت مالی در یک بنگاه انتفاعی بنگاهی که با هدف ایجاد سود اقتصادی تشکیل شده بیشینه کردن و به حد اکثر رساندن ثروت سهامداران عادی شرکت است در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و این مورد رو به جزئیات کامل میشکافیم ببینیم بیشینه کردن ثروت سهامداران به طور کلی به چه معنایی هست در دنیای واقع اتفاقی روخ میدنه که رخ میده اینه که یک سرمایه گذار میره با ثروت اولیه خودش تعدادی از سهام یک شرکت رو خریداری میکنه با این امید که در آینده اون سهام بهش سود بده و ثروتش رو بیشتر بکنه یعنی سهامدار در ابتدای دوره سرمایه گذاری مقدار پول رو میذاره که W1 هست تعدادی سهام خریداری میکنه به امید اینکه در آینده در انتهای دوره سرمایه گذاری ثروتی منزی W2 داشته باشه که مقدارش بیشتر از W1 هست حالا ما کاری که این سهامدار میکنه رو به صورت فرمول های ریاضی بیان میکنیم سهامدار در زمان یک با ثروت W1 تعداد N عدد سهام خریداری میکنه به قیمت P1 هر سهم P1 میارزه و سهامدار تعداد N عدد سهام خریداری میکنه در زمان دو ثروتش تبدیل شده به W2 که تشکیل میشه از این اجزا یکی همون تعداد سهامی که داشت فرض کن که این سهامیا رو نمیفروشه در طول دوره سرمایه گذاری و این سهامی نمیخره و یکی هم مقدار سود نقدی که شرکت به هر کدوم از سهم ها تخصیص داده این سود تقسیمی در واقع سود نقدی هست که شرکت به حساب سرمایه گذاران واریز میکنه پس ثروت سهامدار W2 دو برابر است با تعداد سهامی که از ابتدا داشت ضرب در قیمت جدیدش به اضافه مجموع سودهای نقدی که از هر سهم دریافت کرده P1 قیمت سهام در ابتدای دوره سرمایه گذاری هست P2 قیمت سهام در انتهای دوره سرمایه گذاری هست و دی هم سود نقدی یا تقسیمی هر سهم در طول دوره سرمایه گذاری است فرض کنید که شخصی با 100 هزار تومن هزار عدد سهم 100 تومنی یک شرکت رو خریداری میکنه در زمان دو هزار عدد سهم 120 تومنی داره و به ازای هر سهم هم 15 تومن سود نقدی دریافت کرده و مقدار ثروتش در حالت دو از این رابطه به دست میاد حالا یه بررسی داشته باشیم راجع که به طور کلی این سود مالی چگونه تشکیل میشه و به طور کلی شرکت چگونه سود سهامداران ایجاد میکنه هر شرکتی اقدام به تولید کالا و خدمات و فروش اونها میکنه به ازای فروش کالا و خدماتش درآمدی کسب میکنه پس یه سری کالا تولید میکنه میفروشه یه سری درآمد کسب میکنه هزینه هایی رو در داخل شرکت پرداخت میکنه مثل هزینه حقوق کارکنان و هزینه مواد اولیه و میزانی باقی میمونه که میشه سود شرکت مقداری از این سود رو به صورت نقدی تقسیم میکنه یعنی پول نقد میده به سهامداران و مقداریش رو هم در شرکت نگه میداره که میشه هم سود هم باشته. همین مقداری هم که نگه میداره هم در قیمت خود سهام با یک مکانیزم خاصی اثرگذار گذار هست. پس ثروت سهامداران با ایجاد سود شرکت از طریق افزایش سود و از طریق افزایش قیمت سهام زیاد میشه. حالا در این قالب وظیفه مدیر مالی چی هست؟ مدیریت مالی باید بهترین ترکیب دی و P2 رو ایجاد بکنه تا ثروت سهامداران طبق اون رابطه‌ای که در اسلاید قبل توضیح دادیم حد اکثر بشه شرکت در مورد سود تقسیمی اختیار کامل و مستقیم داره یعنی میتونه تعیین بکنه که از مقدار سودی که عاید شده در یک دوره کاری چه مقدارش رو تقسیم بکنه و چه مقدارش هم درون شرکت نگه داره و به سهامداران نده ولی در مورد قیمت سهم یعنی در مورد پی دو اختیار مستقیم نداره و نمیتونه تعیین بکنه که قیمت سهم من باید در بازار انقدر باشه قیمت سهم در بازار تا یک فرآیند عرضه و تقاضا تعیین میشه و بازار خودش قیمت ره هر سهم هر شرکتی رو تعیین میکنه اما میشه از عواملی نام برد که روی قیمت سهم هر شرکت اثر گذارند این عوامل عبارتند از قدرت شرکت در به دست آوردن سود یعنی اینکه شرکت میتونه چه مقدار سود ایجاد بکنه کاهش هزینه های تولید، افزایش قیمت فروش و افزایش حجم فروش و دیگری هم برمیگرده به درجه عدم اطمینان یا ریسک نسبت به دریافت سودهای آتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه سرمایه گذاران در بازار احساس کنند که شرکت در آینده نمیتونه به خوبی سود ایجاد بکنه، قیمت سهم ناچارن کم میشه. پس دو تا چیز بر قیمت سهم اثر گذار هستند. یکی قدرت شرکت در به دست آوردن سود و دیگری هم عامل ریسک هست اینکه شرکت میتونه چقدر این به دست آوردن سود رو به صورت مستمر ادامه بده. حالا بررسی میکنی که این ریسک چی هست که باعث میشه که قیمت سهام پی دو دستخوش تغییر بشه به طور کلی سرمایه گذاران در مقابل شرکت با دو نوع ریسک مواجه هستن یکی ریسک ورشکستگی هست به این معنا که اگر شرکت منحل بشه قیمت سهام اون هم صفر میشه و کل ثروت سهامدار از بین میره و اونهایی هم که به شرکت وام دادن هم احتمالا قادر به دریافت اصل و بهره وام اعطایشون به شرکت نیستن یعنی کلا شرکت از بین میره و دست همه سهامدارا و دست اغلب وام دهندگان هم خالی میمونه ریسک دیگه ای که هست ریسک عدم تحقق بازه مورد انتظار هست. سهامدار سهام شرکتی رو خریداری میکنه به امید اینکه در یک بازه یک ساله به طور مثال براش 30 درصد سود ایجاد بکنه اما شرکت فقط 20 درصد سود ایجاد میکنه این احتمال متفاوت بودن این نرخ بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار رو ما ازش با عنوان ریسک عدم تحقق بازده مورد انتظار یاد میکنیم در این مورد در فصل آینده بیشتر صحبت میکنیم اما الان یک توضیح ساده و خلاصه در موردش میدیم این همون نمودار در واقع سرمایه گذاری هست ثروت اولیه ثروت ثانویه میزان ثروت ثانویه میزان ثروت اولیه مسئله که اینجا هست اینه که سهامدار یا سرمایه گذار وقتی داره سرمایه گذاری میکنه میدونه چه بازدهی میخواد اما نمیدونه که آیا حتما این سهام این مقدار بازده رو براش ایجاد میکنه یا نه سهامدار میدونه که داره 100 هزار تومن از ثروتش رو با خرید این سهام در اختیار شرکت قرار میده اما نمیدونه که آیا در یک دوره یک ساله میتونه 35 درصد بازده بگیره و 100 هزار تومنش بشه 135 هزار تومن یا نه ولی میدونه که 135 هزار تومن میخواد در انتهای دوره این به معنای ریسکی هست که سرمایه گذار در مقابل شرکت متحمل میشه اینکه میدونه چی میخواد اما نمیدونه حتما این به واقعیت میرسه یا نه اگه این بخوایم این موارد رو به صورت ریاضی بنویسیم در واقع اینجوری بیان میکنیم که بازدهی هر سرمایه گذاری از این طریق به دست میاد که ثروت ثانویه منهای ثروت اولیه تقسیم بر ثروت اولیه این میشه فرمول بازده که در ادامه بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم ثروت ثانویه چیه ثروت ثانویه دقیقا همین رابطه است تعداد سهامی که داریم ضرب در قیمت در انتهای دوره سرمایه به اضافه مجموع سودهای نقدی که دریافت کردیم منهای های ثروت اولیه که ثروت اولیه هم هست تعداد سهامی که در ابتدا داریم که همون تعداد سهام از است ثابته و تقسیم بر قیمت اولیه وقتی این رو از صورت و مخرج حذف کنیم فاکتور بگیریم و حذف کنیم بازه سرمایه گذاری در سهام به این صورت در میاد که پی دو به اضافه دی دو من های تقسیم بر پی این میشه بازه سرمایه گذاری در سهام یک شرکت هر چقدر که بازده بره بالا باعث مطلوبیت بیشتر سرمایه گذار میشه پس هر میزان که بازده بره بالا حالا چه از طریق افزایش دو چه طریق افزایش دی مطلوبیت سهامدار بیشتر میشه حالا یک عامل دیگه هم هست که مهمه اینکه آیا این بازدهی که ایجاد میشه از بازدهی که سرمایه گذار میخواسته یعنی آر استار بیشتر هست کمتر هست یا برابر هست این میشه همون حالت ریسک همون حالت عدم و آگاهی که در ابتدای دوره سرمایه گذاری وجود داره این ریسک خودش شامل یه سری معلفه ها و سنجه هست که در ادامه در موردش صحبت میکنیم هر چقدر بالاتر باشه باعث کاهش مطلوبیت سرمایه گذار میشه یعنی هر چقدر ریسک بره بالاتر سرمایه گذار تر میشه این به این دلیل هست که نمیدونه ثروتش آیا به همون میزان که میخواد زیاد میشه یا نه پس دو عامل بازده و ریسک توی ثروت سهامداران اثرگذار هستن نکته ای رو که باید بهش توجه داشته باشیم تفاوت حداکثر کردن سود با حداکثر کردن ثروت سهامداران هست اگه ما همه تلاش هامون رو برای افزایش سود انجام بدیم و تاثیر این تلاش بر قیمت شرکت لحاظ نشه ممکن افزایش سود با کاهش قیمت سهام همراه باشه که در این حالت ثروت سهامداران لزوما افزایش پیدا نمیکنه و بهینه نمیشه مثلا شرکت ممکنه که طرحهای پر ریسکی رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب بکنه که این امر باعث افزایش ریسک شرکت میشه و قیمت سهام یعنی پی که قبلا بهش اشاره کردیم کاهش پیدا بکنه که در این صورت اون ریسک ایجاد شده هم یه جورایی از بین میره چون قیمت سهام کاهش پیدا میکنه و ثروت سهامداران به صورت بهینه افزایش پیدا نمیکنه بنابراین باید حواستون باشه که بیشینه یا حد اکثر کردن سود نمیتونه به تنهایی هدف خوبی برای مدیریت مالی و مدیریت شرکت باشه حالا که هدف اصلی مدیریت مالی یعنی بیشینه کردن ثروت سهامدار مشخص شد باید ببینیم که مدیر مالی چه معلفه های کمی رو باید دنبال بکنه تا این هدف محقق بشه مدیر مالی برای این کار یعنی به حداکثر رسوندن ثروت سهامداران سه هدف کمی رو باید دنبال بکنه اون سه هدف کمی اینا هستن یکی تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد عادی اون که در مورد اون صحبت میکنیم که اصلا اندازه شرکت هست و رشدش به چه معنی هست یکی تعیین بهترین ترکیب دارایی های شرکت هست یعنی منابعی رو که مدیر مالی جذب میکنه رو به چه صورتی مصرف کنه و صرف خرید و سرمایه گذاری در چه دارایی بکنه و دیگری هم تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت هست یعنی اینکه از چه محل سرمایه رو جذب بکنه آیا وام بگیره سهام جدید منتشر بکنه و بفروشه یا یعنی اینکه از سود انباشته استفاده بکنه به این مبحث ما میگیم مبحث ساختار سرمایه که مبحث بسیار مهمی هست در رشته مدیریت مالی حالا بریم به سراغ تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد عادیش اندازه شرکت با توجه به ارزش کل دارایی هایی که در اختیار داره تعیین میشه یعنی سمت راست ترازنامه مدیر مالی وظیفه داره این مقدار هر کدوم از مؤلفه های دارایی ها مثل وجه نقد مثل ماشین زمین و سایر موارد و رشد اونها رو به گونه ای تنظیم بکنه که دو تا مسئله محقق باشه یکی سود مناسب حاصل بشه از دارایی و یکی اینکه این سود در آینده بتونه رشد کنه یعنی به طور مثال ماشین به میزان کافی باشن که سود شرکت مناسب باشه و همچنین امکان افزایش سود در آینده وجود داشته باشه حالا چه از طریق افزایش مثلا قیمت فروش چه از طریق افزایش ظرفیت تولید و چه از طریق کاهش هزینه های تولید پس باید مدیر مالی مقدار دارایی ها رو با توجه به دو مؤلفه ای که اینجا گفتیم تعیین بکنه همونطور که گفتیم یکی دیگر از وظایف مدیریت مالی تعیین بهترین ترکیب دارایی های شرکت هست مدیر مالی برای این کار به دو تا مسئله توجه می‌کنی. یکی اینکه به ازای ریسک مشخص بیشترین میزان بازدهی وجود داشته باشه یعنی اگه دو تا گزینه سرمایه گذاری داشته باشه که هر کدومشون مقدار خاصی ریسک دارن بالا با توجه به اون مؤلفه که ریسک تعیین میشه اون مؤلفه یا انتخاب بکنه که میزان بازدهی بیشتری داره به طور مثال ریسک سرمایه گذاری در یک پروژه با پروژه دیگری برابر هست اما پروژه اول 30 درصد بازدهی داره پروژه دوم 45 درصد خب باید پروژه دوم رو انتخاب کنه چون با ریسک مشخص بازدهی بیشتری داره دوم که به ازای بازدهی مشخص کمتر میزان ریسک وجود داشته باشه یعنی چی یعنی اگه سرمایه‌گذاری در یک پروژه که میزان ریسک خاصی داره 20 درصد بازدهی داره و سرمایه گذاری در سپرده بانکی که اصلا ریسک نداره هم 20 درصد بازدهی داره خب مدیر مالی مسلماً سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی رو انتخاب میکنه. مثالم همین هست هنگامی که شرکت به این نتیجه برسه که امکان افزایش فروش بر چند سال آینده وجود نداره مثلا ببینه که بازار اشباه شده پول خودش رو دیگه صرف خرید ماشین زمین و ساختمون که باعث افزایش تولید میشه نمیکنه چون دیگه امکان افزایش فروش نداره بلکه در بانک سرمایه گذاری میکنه در حقیقت شرکت باید تصمیم بگیره که در چه زمانی کدوم دارایی رو در اختیار داشته باشه سپرده بانکی زمین ساختمون ماشینآلات و یا هر چیز دیگه. هدف کمی سومی که مدیر مالی باید به دنبال اون باشه تا ثروت سهامداران به حد اکثر برسه تعیین ترکیب منابع شرکت یا تعیین ساختار سرمایه شرکت است یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی اینه که این ساختار سرمایه رو مدیریت و تنظیم بکنه این مسئله که چه مقدار از سرمایه مورد نیاز شرکت از طریق فروش سهام و یا استفاده از حقوق صاحبان سهام به دست و چه مقدارش هم از طریق وام در واقع جذب میشه خیلی اهمیت زیادی داره به ویژه در بحث مدیریت ریسک شرکت مثلا آیا برای یک پروژه جدید بهتر که شرکت وام بگیره یا اینکه از حقوق صاحبان سهام استفاده بکنه؟ پاسخ به این سوال رو مدیر مالی در یک شرکت میده. پس ما تا اینجا مشخص کردیم که هدف اصلی مدیریت مالی چیه که بیشینه کردن ثروت سهامداران بود چگونه باید به این هدف برسه که دنبال کردن سه هدف کمی بود که در مورد اونها هم صحبت کردیم حالا باید ببینیم که اون حرکت رو اون کارها رو در چه محیطی باید انجام بده مثل همه فعالیت مدیریت مالی هم تحت تاثیر متغیرهای بیرونی هست متغیرهای بیرونی که بر مدیریت مالی اثر میذارند تو چهار دسته قابل تقسیم هستن یکی ویژگیهای های تجاری هست محیط اقتصاد هست بازارهای مالی و واسطه ها هستن و در نهایت بحث مالیات هست چار دست متغیر بر فعالیت های مدیریت مالی اثرگذار هستند. حالا به بررسی تک تک اونها میپردازیم در ابتدا به ویژگی های سازمان های تجاری میپردازیم ما منظورمون از ویژگی های سازمان های تجاری در اینجا بحث تملک و مدیریت هست ما سه نوع شرکت داریم شرکت هایی که مالکیت انفرادی دارند شرکت هایی که شرکت تضامنی هستند و به عنوان تضامنی اونها رو میشناسیم و شرکت های سهامی هر کدوم از اینها رو به صورت جداگانه توضیح میدیم اول شرکت هایی که مالکیت انفرادی دارن این شرکت ها در تملک یک نفر هستن یعنی یک نفر صاحب کل شرکت هست همه این مسئولیت ها و ریسک ها در این شرکت ها متوجه مالک است یعنی مالک تمام مسئولیت شرکت رو به عهده داره یک مسئله بسیار مهمی که در اینجا وجود داره اینه که امکان وصول مطالبات از محل دارایی های شخصی مالک توسط بستانکاران وجود دارد یعنی اگه بستانکاران و طلبکاران از شرکت طلبی داشته باشند و شرکت در حساب خودش در دارایی های خودش توان پرداخت اون طلب رو نداشته باشه طلبکارا میتونن برن سراغ دارایی های شخصی دارایی هایی که در قالب شرکت نیست دارایی شخصی که مال مالک است مثلا میتونن خونه رو ضبط بکنن و طلب خودشون رو پس بگیرن این یک نکته مهم دیگه اینکه که این شرکت ها امکان صدور اوراق بهادار ندارن یعنی شرکت ها نمیتونن اوراق اجاره اوراق مرابحه و این اوراقی که ما الان در بازارهای مالی اسمشو میشنویم منتشر بکنن سهام هم یک نوع اوراق بهادار هست که این شرکتها نمیتونن منتشر بکنند. یک نکته دیگه هم که هست اینه که ارزش آنها بسیار مشکله چون خیلی از معلف که در ارزش گذاری گذار هستن در مورد این شرکت ها با ابهام روبرو هست دسته دیگه از شرکت ها که در مورد اونها صحبت می‌کنم شرکت های هستن شرکت های از این لحاظ که چند نفر صاحبش هستن با شرکت های در مالکیت یک نفر متفاوت هستن چندین نفر صاحب شرکت هستن ولی مسئله اینه, اینه که باز هم همه مسئولیت ها و ریسک متوجه همه است. به این معنی که اگه کسانی از شرکت طلب داشته باشن یعنی بستانکاران میتونن از محل دارایی‌های های شخصی هر کدوم از شرکا مطالبات خودشون رو وصول بکنن اگه کسی از شرکت 100 میلیون تومان طلب داره ولی شرکت تو دارایی های خودش 100 میلیون تومان نداره سانکاران میتونن به سراغ هر کدوم از شرکا برن و از هر کی که اون 100 میلیون تومان رو داره طلبشون رو مطالعه بکنن و بگیرن از نظر حقوقی این کار ممکن هست در این شرکت ها نکته دیگه هم که هست این که سود به نسبت توافقی تقسیم میشه یعنی شاید یک نفر 50 درصد سرمایه رو آورده باشه نفر دیگه هم 50 درصد اما سود به نسبت 60 به 40 تقسیم بشه یعنی توافق میکن که سود چگونه تقسیم بشه در نهایت به شرکت های سهامی میرسیم در شرکت های سهامی یه مسئله مهمی که در مورد این شرکت ها هست این که این شرکت ها داره شخصیت حقوقی هستند و خودشون میتونن به صورت مستقل در دادگاه حضور داشته باشند یعنی میتونن از کسی شکایت بکنن یا ازشون شکایت بشه این لزوما به معنی این نیست که از مالکان شرکت دارن شکایت میکنن یا مالکان شرکت دارن از کسی شکایت میکنن شرکت خودش به طور مجزا و مستقل داره شخصیت حقوقی هست نکته دوم که فرق داره با دو تا مورد قبلی اینه که مسئولیت داره محدود به آورده آنان هست یعنی اینکه اگه تو شرکت تضامنی مثلا هر کدوم از مالکان 5 میلیون تومان آوردن و شرکت شده یک شرکت 10 میلیونی ولی 100 میلیون تومان طلب داره اونجا میتونستن طلبکارا برن 100 میلیون تومان از هر کدوم از اون سهام داره 5 میلیون تومانی مطالبه بکنن اما در شرکت سهامی عام هر کس به هر میزانی که آورده فقط در اون مقدار مسئول هست اگه هر نفر 5 میلیون تومان آورده هر کدومشون در مقابل 5 میلیون تومان مسئول هستن و مسئولیت بیشتری از اون آوردی خودشون ندارن همین باعث میشه که اگر شرکت ورشکسته بشه طلبکارا فقط بتونن نسبت به دارایی هایی که موجود هست در شرکت ادعا داشته باشن و اموال شخصی سهامداران مورد مطالبه طلبکارا نمیتونه قرار بگیره همون که گفتیم دیگه مسئولیت سهامداران محدود به آورده آنان است یعنی هر کسی که 5 میلیون تومان آورده توی شرکت فقط بنظر 5 میلیون تومن نسبت به بستانکاران مورد مطالبه قرار میگیره و نه بیشتر از اون یعنی فقط سهامش میتونه از بین بره و چیز دیگه از دارایی شخصی خود زندگیش در مرز خطر نیست یک مسئله بسیار مهم دیگه در این شرکت ها جدا بودن مالکیت از مدیریت می باشه یعنی مدیران شرکت لزوماً مالک آن نیستن مثلا مدیریت شرکت ایران خودرو لزوما کسی نیست که صاحب سهام اون باشه شاید کسی باشه که اصلا حتی یک سهم هم از شرکت ایران خودرو نداره به این مسئله میگن مسئله نمایندگی که مبحث بسیار مهمی در رشته مدیریت مالی است حالا این مسئله نمایندگی رو یه مقدار باز میکنه سهامداران شرکت طبق یک مشخص مدیر شرکت رو تعیین میکنه تا شرکت رو راهبری بکنه مدیری که توسط سهامداران انتخاب میشه لزوما سهام شرکت رو نداره و مالک شرکت یا بخش از شرکت نیست مدیر باید نهایت سعی خودش رو بکنه تا ثروت سهامداران رو بیشینه بکنه این یکی از اهداف شرکت بود همونطور که راجبش صحبت کردیم در عین حال مدیر شرکت به دنبال منافع خودش هم هست به هر مدیری به دنبال اینه که منفعت شخصی خودش هم افزایش پیدا کنه. هر انسانی دنبال این هست مدیر هم مستثنا نیست در اینجاست که مسئله نمایندگی پیش میاد مسئله تعارض منافع مدیر یا مدیران شرکت با سهامداران مسئله نمایندگی گفته میشه فرض کنید که مدیری میتونه با انتخاب یک پروژه پر ریسک برای خودش یک سری منافع شخصی ایجاد بکنه در اون حالت اون پروژه رو ممکنه انتخاب بکنه منافع شخصی خودش رو زیاد کنه در حالی که ثروت سهامداران رو با کاهش روبرو میکنه ما به طور کلی با شرکت های سهامی سر و کار داریم و سراغ شرکت های مالکیت انفرادی و شرکت های تضامنی نمیریم تمامی مواردی هم که در درس مدیریت مالی یک بیان میشه بر مبنای شرکت های سهامی هست حالا در مورد محیط اقتصادی صحبت می‌کنیم که مدیریت مالی باید در اون محیط فعالیت های خودش انجام بده حالا ما در بررسی محیط اقتصادی به سه جزء کوچک اشاره میکنیم چرخه تجاری تورم و قوانین و مقررات مالی که فعالیت مدیران مالی رو تحت تاثیر قرار میدن چرخ تجاری یک الگوی تکرار شونده در اقتصاده که همواره وجود داشته مباحث اقتصادی مطرح شدن و از زمان که به طور کلی اقتصاد در زندگی بشر وجود داشته این چرخه تجاری همیشه وجود داشته و تاریخچه خیلی بلندی داره هر چرخه تجاری شامل یک دوران رونق و یک دوران رکود هست یعنی هر دوران رونق و دوران رکود یک چرخه تجاری رو با هم تشکیل میدن دوران رونق چیه؟ دوران رونق دورانیه که سطح فعالیت های اقتصادی بالا میره و بیکاری بسیار کم میشه. برعکس دوران رکود دورانی که فعالیت اقتصادی افت میکنند و بیکاری هم زیاد میشه. ارتباط چرخه تجاری با مدیریت مالی چیه؟ مدیریت مالی باید توجه داشته باشی که در هر کدوم از این دوران های رونق و رکود و در هر مرحله از چرخه اقتصادی چه سیاستی رو برای هر کدوم از اون سه تا که گفتیم یعنی تعیین اندازه شرکت تعیین ترکیب مصرف منابع و تعیین ساختار سرمایه تصمیم گیری بکنه با توجه به مرحله ای که از چرخه تجاری در اون هستیم تورم به معنای افزایش عمومی سطح قیمت ها هست اهمیت این موضوع در مدیریت مالی در این هست که بسیاری از معلفه های برنامه ریزی مالی به خصوص هزینه ها و درامت ها را مورد تغییر و دستخوش تغییر قرار میده بنابراین تورم باید مورد توجه مدیر مالی باشه چون هزینه ها و درآمدها ها به دلیل تورم تغییر میکنه در کنار تورم و دو عامل قبلش که گفتیم قوانین و مقررات مالی هم در بحث مدیریت مالی اثرگذار هستند قوانین و مقررات تجاری میتونند تاثیر زیادی رو عملیات درآمد و هزینه شرکت داشته باشند به طور مثال بعضی تعرفه برای صادرات و واردات قوانین مرتبط با کارگران و حداقل حقوق و قوانین تحریم از جمله مقرراتی هستند که فعالیت شرکت رو تحت تاثیر قرار میدن یکی از مهمترین قوانین قوانین مالیات می که حالا به طور جداگانه در مورد اونها صحبت می کنیم. بخش دیگه از محیط عملیاتی که مدیر مالی با اون سر کار داره بازارهای مالی و واسطه ها هستن. بازارهای مالی چه بازارهایی هستند؟ بازارهای مالی بازارهایی هستند که در اونها دارایی های مالی یا اوراق بهادار که تو انگلیسی بهش میگیم سکیوریتی مانند سهام و اوراق قرض معامله میشن مثل بازار بورس اوراق بهادار تهران پس بازاری که در اون اوراق بهادار مثل سهام و اوراق قرض معامله میشن و بهش میگیم بازارهای مالی حالا وظایف و کارکردهای بازار مالی چیست سه تا وظیفه و کارکرد دارن بازارهای مالی یکی کمک به فرآیند تشکیل سرمایه هست بسیار از خانواده ها و افراد وجوه کمی دارن که با اون کم نمیشه کسب و کاری رو راه وظیفه بازار مالی اینه که این وجوه خرد و غیر کارا رو که در اختیار سرمایه گذاران هست جمع بکنه و اونها رو به کارآفینان و صاحبان کسب و کار انتقال بده. کارکرد یا وظیفه بعدی بازار مالی ایجاد بازار دست دوم برای معاملات اوراق بهادار هست یعنی جایی که میشه دارای های مالی رو به فروش رسوند یا خرید به طور مثال من اگه سهام یک شرکتی رو خریداری کردم و دوستان اون رو بفروشم بعد از مدتی این کار رو در بازار ثانویه انجام میدم حالا با توجه به اینکه یک بازار ایجاد شده که توش رقابت کامل وجود داره امکان فرایند قیمتیابی وجود داره و قیمت عادلانه اوراق بهادار طی یک فرایند قیمتیابی عادلانه تعیین میشه به غیر از اون سه کار کرده اصلی سه تا وظیفه فرعی میشه برای بازارهای مالی نام برد یکی توضیح ریسک بین متقاضیان و صاحبان وجود هست یعنی هم سرمایه گذاران یعنی صاحبان وجوه و هم متقاضیان یعنی صاحبان کسب و کار ریسک رو بین خودشون تقسیم می‌کنند. این باعث میشه که فضای اقتصادی مقداری امتر به نظر برسه و پویایی و رشد خوبی داشته باشه دوم کاهش هزینه معاملات هست اینکه جستجو بکنیم چه سهمی رو یا چه اوراق قرضه رو خریداری بکنیم و اطلاعات مورد نیاز اون رو از کجا گیر بیاریم با توجه اینکه بازار تشکیل میشه و این اطلاعات متمرکز میشن باعث کاهش هزینه معاملات میشه و در نهایت باعث تخصیص بهینه میشه یعنی اینکه سرمایه های خوردی که جمع میشن توسط بازارهای مالی به صورت اتوماتیک به سمت صنایع و خدماتی میرن که مزیت نسبی دارن و در اقتصاد میتونن بهتر عمل بکنن یعنی میرن سراغ صنایع و شرکت ها و خدماتی که در واقع سود بیشتری ایجاد میکنن که این شرکت ها لزوما دارای مزیت نسبی هستن بحث دیگه که در مورد بازارهای مالی وجود داره طبقه بندی بازارهای مالی هست طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس انواع مختلفی انجام میشه که هر کدومشون در جای خودش کاربرد خاصی دارن یک طبقه بندی بر حسب حق مالی هست که بازار بدهی و بازار سهام رو میشه از اونها نام برد در بازار بدهی حقوق کسانی که به شرکت وام میدن با حقوق کسانی که سهام شرکت رو خریداری میکنن متفاوت هستن و از همین رو بازار بدهی و بازار سهام با هم متفاوت هستن نوع دیگری از طبقه بندی بر حسب سررسید هست اینکه چه زمانی دوره سرمایه گذاری ما به پایان میرسه بازارهای پولی بازاری هست که سررسیدش کمتر از یک ساله به طور مثال سرمایه گذاری در سپرده مثلا شیش ماهه یکی هم بازار سرمایه هست که سررسید بیشتر از یک ساله یعنی مثلا خرید اوراق قرضه ده ساله پس اولی در بازار پولی قرار میگیره دومی در بازار سرمایه سومین طبقه بندی بر اساس مرحله انتشار هست که یکی از در واقع مهمترین نوع طبقه بندی ها هست بازار اولیه بازاری هست که اوراق بهادار برای اولین بار در این بازار عرضه میشه و تشکیل سرمایه در این بازار صورت میگیره یعنی شرکت که میخواد سهام خودش رو برای اولین بار بفروشه که به اون ارزی اولی هم میگن سهام خودش در بازار اولیه میفروشه و پولی که از فروش این سهام در بازار اولیه به دست میاره سرمایه هست که شرکت جذب کرده بازار ثانویه هم بازاری هست که در اون سهامدارانی که در بازار اولیه سهام یک شرکت رو خریدن یا اوراق قرض یک شرکت رو خریدن میتونن اون اوراق رو در بازار ثانویه به فروش برسونن مسلما بچه نقدی که اینجا به دست میارن متعلق به خودشون هست و شرکت توی اون دخل تصرفی نداره مثلا سهامداری سهم یک شرکت رو در عرضه اولیه به قیمت 100 تومن خریده اما در بازار ثانویه اون رو به قیمت 300 تومن میفروشه این 200 تومن تفاوت مال خودش هست و به شرکت تعلق نداره شرکت تمام سرمایه خودش رو در همون بازار اولیه کسب کرده طبقه بندی دیگه که وجود داره طبقه بندی بر اساس واگذاری هست که بازار آتی و بازار نقدی هست در بازار آتی خریدار و فروشنده با هم توافق میکنن که یک دارایی رو در آینده با هم رد و بدل بکنن و وجهش رو رد و بدل بکنن در بازار نقدی خرید و فروش در آن واحد انجام میشه و خریدار وجه نقد و پولش رو میپردازه و همون لحظه دارایی خودش رو تحویل میگیره یه طبقه بندی دیگه هم هست که بر اساس ساختار سازمانی بازار هست که بازار حراج، بازار مبتنی بر چانزنی و بازار سوم از انواع این بازار هستن که دیگه از اهمیت کمتری تقریبا برخوردار هست. در کنار بازارهای مالی و در واقع در درون بازارهای مالی واسطه های مالی وجود دارن که وظایف خاص خودشون رو دارن. این وظایف یکی جمعوری و تجمیع پسندازهای جز هست به طور مثال بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری که مقادیر کم رو از خانوارها جمعوری میکنند و اون رو به صورت مقدار زیادی در اختیار صاحبان کسب و کارها قرار میدن کار دیگه واسطه های مالی از این خدمات تخصصی هست خیلی از موارد بررسی یک سری از شرکت ها یک سری از سرمایه گذاری ها کارهای تخصصی و دانش زیادی میطلبه که واسطه های مالی اونها رو به عهده میگیرن و شاید این کارها کاری باشه که افرادی که تخصص ندارن به راحتی نتونن اونها رو انجام بدن و در نهایت کاهش ریسک از راه تنوع بخشیدن به مجموعه اوراق بهادار یکی دیگه از وظایف واسطهای مالی هست که در آینده در این مورد بیشتر صحبت میکنیم اینکه چجوری میشه از راه تنوع بخشیدن به مجموعه اوراق بهادار ریسک رو کاهش داد در نهایت هم بحث مالیات هست که در تصمیم های مالی و تصمیمات مدیران مالی اثرگذاری فراوانی داره مواردی مثل هزینه های قابل قبول مالیاتی تاثیر مالیات بر ساختار سرمایه و معافیت های مالیاتی اثر خیلی زیادی روی بسیاری از تصمیمات مالی مثل انتخاب پروژه ها، انتخاب وام یا انتشار سهام و مواردی مثل این داره که در ادامه وقتی ما راجع به فرمول های مالی و طرحهای سرمایهگذاری گذاری صحبت میکنیم این اثر معافیت های مالیاتی و اثر مالیات بیشتر مشخص میشه به طور خلاصه ما در فصل اول به این سوال پاسخ دادیم که مدیریت مالی چه چیزی هست این کار رو در قالب چهار بخش انجام دادیم یکی بررسی خود رشته مدیریت مالی بود بحث دیگهمون بحث هدف مدیریت مالی بود که بسیار مهم بود که بیشینه کردن ثروت سهامداران عادی شرکت بود بعد از اون به تعیین اهداف کمی که مدیر مالی باید به دنبال اونها باشه پرداختیم و در نهایت به بررسی محیط عملیاتی مدیر مالی پرداختیم. دو بخش هدف مدیریت مالی و اهداف کمی مالی برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در آینده با مفاهیم اینا بیشتر برخورد خواهیم کرد. با تشکر از شما دانشپژوهان عزیز.